تیم ملی شب گذشته مقابل قطر بدترین بازی عمر خود را انجام داد تا باز هم ناامیدتر از همیشه و دست از پا دراز‌تر به خانه برگردیم. سلام دوستان عزیز، به کانال خودتون حاشیه در سینما خوش آمدید. شاگردان قلعه‌نویی در جام ملت‌ها در تمام بازی‌ها به غیر از بازی با ژاپن به شدت بی‌برنامه بودند و مقابل قطری که 14 سال در حسرت برد مقابل ما بودند شکست خوردیم. به هر حال این جام هم برای ما تمام شد و باز هم باید صبر کنیم در جام بعدی چه اتفاقی برای ما میافتد. دوستان در فضای مجازی واکنش‌های متفاوتی نسبت به شکست تیم ملی مقابل قطر داشتند که با هم می‌بینیم. یکی از دوستان یحیی گل محمدی را برای هدایت تیم ملی مناسب می‌بیند. به نظر من اگر تیم ملی می‌خواد با مربی ایرانی ادامه بده، یحیی گل محمدی بهترین مربی ایرانیه که صاحب سبک و سخت گل می‌خوره و همچنین فوتبال مالکانه بازی می‌کنه و رابطه‌اش با تمام بازیکن‌ها خوبه و خوب ارتباط برقرار می‌کنه. اگر هم مربی خارجی می‌خوان فقط مراست، چون توی اوج درگیری‌ها توی ایران مون و تونست جوان‌های خوبی معرفی کنه. دوست دیگری به اسم دنیا، استفاده از امید ابراهیمی 36 ساله و بازیکنان پا به سن گذاشته در ترکیب اصلی را عامل این شکست می‌داند. داشتم آنالیز می‌کردم دلیل باخت ایران چی بود. همون اول وقتی ترکیب رو دیدم امید ابراهیمی فیکسه، به آنالیزم پایان دادم. کاربر حبیب واکنشی کنایه‌آمیز به خداحافظی امید ابراهیمی دارد. بدتر از باخت مقابل قطر خداحافظی ابراهیمی از تیم ملی بود. مرد، ما برای جام جهانی لازمت داشتیم. کلاغ ورزشی هم به تعداد بالای دستیار در تیم ملی کنایه زد. تعداد دستیارهای قلعه‌نویی از تعداد تاکتیک‌های استفاده شده توسط تیم ملی در کل تورنمنت بیشتر بود. نیمکت تیم ملی یا ایستگاه مترو؟ پیروز به مهدی طارمی و عملکرد ضعیفش در این تورنمنت واکنش نشان داد. مهدی طارمی نمی‌شد تا آخر تورنمنت بیرونش بریزه، اونجوری خیلی بیشتر به تیم کمک می‌کرد. سهند هم به عملکرد تیم ملی در این جام کنایه زد. این بازی نشون داد ما ژاپن رو نبردیم، ژاپن باخت. آنکارا مسی هم واکنش مشابهی داشت. میدونی از چی فشار میخورم؟ اینکه منتخب مدرسه ما میتونست قطر رو ببره، ولی تیم ملی با اون کادر و تاکتیک نداشتش نتونست. علی من برای درست شدن آینده راهکار جالبی دارد. لیگ درست درمون که نداریم، حداقل دورگه بیارید. حتی شده از دسته یک هم شده بیارید، کاری که سوریه و عراق داره انجام میده و موفقم شده. البته که باید یه سرمربی خارجی هم آورد. کیروش هر چقدر بد بود ولی تونست یه نسل خوب بسازه تو تیم ملی. بازیکنای فعلی باید 7 8 نفر از تیم ملی برن و جا برای بقیه بازیکنای جوان دورگه باز بشه. تیم ملی ایران اگر در آینده این کارها رو انجام نده نابود خواهد شد. احسان به عملکرد همیشگی تیم ملی و شکست‌های پیاپی کنایه زد. مگه ایرانی نیستی؟ پس چرا هنوز عادت نکردی به از دست دادن؟ اونم وقتی درست یه قدم مونده. سیامک احمد نوراللهی در لیست را مقصر ناکامی تیم ملی می‌داند. جنازه احمد نور به کل هافبک دفاعیامون می‌ارزید. کاربر علی به توییت کنایه‌آمیز روزنامه‌نگار عربستانی واکنش نشان داد و گفت اینا رو می‌بینی آقای رنگو؟ محسن از بیرون کشیدن رامین رضاییان که تنها بازیکن تیم ملی که خوب سانتر می‌کشد واکنش نشان داد. ولی خوشم اومد. اسدی و مقالی رو آورد سر بزنن. رضاییان که قرار بود براشون سانتر بکشه اومد بیرون. وحید به نوع بازی تیم ملی کنایه زد. خب تو که میخواستی از دفاع زیر توپ بزنی، دیگه چرا هافبکو بازی دادی؟ 5 تا دفاع و 5 تا حمله کافی بود دیگه. هافبکمون فقط بالا سرشون رو نگاه میکردن. ابوالفضل واکنشی جالب نسبت به عملکرد ضعیف طارمی در این جام دارد. انقدر که گریه طارمی تو این جام تاثیر داشت، خود طارمی تو بازی ها تاثیر نداشت. یوهان به حواله خودروی بازیکنان تیم ملی واکنش نشان داد. یه حواله معذرت. دنیلو هم عملکرد ضعیف این نسل از فوتبال که نسل طلایی به حساب می آمدن را مورد انتقاد قرار داد. میدونی اشتباه کجاست؟ به این نسل گفتیم نسل طلایی. این نسل قهوه‌ای هم نبود. دوستان عزیز، نظر شما چیه؟ شما هم دلیل باخت ایران و مقابل قطر بنویسید. چی همینجوری نشستید منو نگاه می‌کنید؟ راستی لایک یادتون نره ها. ممنونم از نگاهتون.